هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. چقدر خوب نفس کشیدن. میخوام همین ابتدا شما رو دعوت کنم به انجام یه تمرین که با من انجامش بدین. 4 ثانیه نفس رو داخل ریه هاتون بدین، یعنی دم، 2 ثانیه نگهش دارین و 4 ثانیه بازدم. شروع کنید. دعوتتون میکنم چند بار این کار رو انجام بدید. مطمئنن یه آرامش خیلی عجیب و خوب و لذت بخش رو احساس میکنید. این اهمیت این موضوع رو نشون میده که چقدر نفس کشیدن ما میتونه در حال و احوال ما مؤثر باشه. یه مدل تنفسی دیگرم بهتون میگم که اینو دیگه خودتون امتحانش بکنید. 4 ثانیه دم، یعنی نفس رو به داخل بدین، 2 ثانیه مکس و 6 ثانیه بازدم. بسیار توصیه میشه برای اونهایی که میخوان یه کار پر استرس انجام بدن، یه سخنرانی، یه مصاحبه، صحبت با کسی که از ما مقامش بالاتره یا برامون خیلی قابل احترامه و جلوش به اصطلاح به تته پته میفتیم. قبلش میتونید 5 الی 6 بار یا هر چقدر که دوست داشتین این مدل تنفس رو انجام بدید، یعنی 4 ثانیه دم، 2 ثانیه مکس و 6 ثانیه بازدم، و اون وقت میبینید که مثل یک قرص آرام بخش برای شما عمل میکنه و میتونید با اعتماد به نفس صحبت بکنید. مدل تنفس ما هم بسیار میتونه مهم باشه، به خصوص برای شمایی که علاقمند هستین به کار گویندگی، به کار بازیگری، و یا اگر کلن دوست دارین که سالم تر زندگی بکنید. حالا شاید بپرسید که مگه ما مدل های مختلفی داریم برای نفس کشیدن؟ خیلی ساده بهتون میگم، به طور کلی بله، ما 2 مدل نفس کشیدن داریم. یه مدل نفس کشیدن مربوط میشه به بچه های زیر 6 ماه یا آدم ها وقتی که خوابن. اگه دقت بکنید میبینید که شکمشون داره بالا و پایین میشه. به این مدل تنفس میگن تنفس دیافراگمی. دیافراگم یه عضله است که ریه ما رو جدا میکنه از محوطه شکمیمون. وقتی که این عضله رو ما یاد بگیریم مسطحش بکنیم، هوا رو به این طریق داخل ریه هامون میدیم، بهش میگن تنفس دیافراگمی. حالا بیشتر راجبش براتون صحبت میکنم که چطور پیدا بکنید دیافراگمو و چطور پرورشش بدین. یه مدل دیگه تنفس که بهش میگن تنفس قفسه سینه‌ای، تنفسی که ما معمولاً در طول روز خیلی ازش استفاده میکنیم، خیلی از ورزشکارا ازش استفاده میکنن، و با استفاده از عضلاتی که بین دندمونه ریه هامون رو پر میکنیم. حالا کدوم یکی از اینها سالمتره؟ تنفس دیافراگمی. دلایل زیادی داره، بعداً براتون توضیح میدم. کدوم یکی از اینها عمق بیشتری داره؟ کم صداتره؟ تنفس دیافراگمی. کدوم یکی از اینها برای کار شما به عنوان یه گوینده، به عنوان یه بازیگر بیشتر مؤثره و میتونه به کلام شما عمق بده، ریشه بده؟ باز هم تنفس دیافراگمی. اما چطوری پیداش بکنیم؟ دیدین یه نفر وقتی که خیلی قهقهه میزنه و از ته دل میخنده، میگه ای بابا دلم درد گرفت. چرا دلش درد میگیره؟ این که خندیده. یا باید حنجرش درد بگیره، یا باید ریش درد بگیره، قفسه سینهش درد بگیره. چطوری که دلش درد میگیره؟ چون اونجا داره از دیافراگمش استفاده میکنه. پس اگر دفعه بعد قهقه زدین، توجه بکنید به عضله‌ای که زیر دنده هاتون قرار داره. پیداش میکنید عضله دیافراگمتون. حالا اینکه چطور تقویتش بکنیم و قطعا در ویدیوهای آینده با شما مطرح میکنم. و برای سالم زندگی کردن هم تنفس دیافراگمی بسیار میتونه مفید و مؤثر باشه که یه بحث بسیار گسترده است. قطعا در آینده راجبش بیشتر صحبت میکنیم.